دوستای عزیز سلام، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. اگه روزانه 10 دقیقه پای خودتون رو بالا ببرید چه اتفاقی میفته؟ شاید کمی براتون عجیب باشه، اما بالا قرار دادن پاها به مدت 10 دقیقه در روز برای بدن مفیده. برای این کار کافیه دراز بکشید و پاهاتون رو به صورت عمودی و کاملا مماس با دیوار قرار بدید و بالا نگه دارید. این کار باعث رفع احتباس مایعات و برگشت خون میشه که معمولاً به دلیل جاذبه زمین به سختی انجام میشه. این کار علارغم سادگی تمام باعث ایجاد احساس آرامش ذهنی و بهبود کیفیت زندگی میشه. بالا قرار دادن پاها پیش از اینکه ورزش محسوب بشه یه روش درمانیه. نمیتوان به انجام این حرکت ساده ورزش اطلاق داد، چون اساساً حرکت بدنی انجام نمیدید و هیچ تغییر یا فشار عضلانی تحمل نمی کنید. قرار دادن عمودی پاها روی دیوار تمرین مناسبی برای تغییر وضعیت همیشگی بدنه. این وضعیت به رفع احتقان مایعات مسدود شده در بدن و همچنین بهبود عملکرد گوارشی کمک می کنه. برای این کار لازم است به طور کامل به دیوار نزدیک بشید و باستان و پاها رو به دیوار بچسبونید و پاها رو عمود کنید. دستا رو به صورت رها کنار بدن قرار بدید. کافیست این وضعیت رو به مدت 10 تا 20 دقیقه حفظ کنید و هیچ حرکت اضافی دیگه‌ای نداشته باشید. البته باید تعادل بدنی و آرامشتون رو حفظ کنید، چون زمانی که پاها رو بالا میبرید خون با سرعت و شدت بیشتری به سمت نیم‌تنه و سر جریان پیدا میکنه. توصیه میکنیم برای انجام این روش حتما لباس راحت و بدون کمربند بپوشید. لباستون نباید تنگ باشه. آرامش سیستم عصبی. این وضعیت کمک زیادی به بهبود تنفس میکنه، چون با قرار گرفتن در این وضعیت به تدریج دم و بازدم عمیق و آرام و منظم میشه. این کار تأثیر زیادی روی دستگاه عصبی داره، چون با این کار فشارهای عضلانی روحی رو کاهش میدیم. یادتون باشه که تنفس عمیق تأثیر زیادی در بهبود سلامت بدن داره. هضم شما بهبود پیدا میکنه. دراز کشیدن با پاهای بالا باعث افزایش کار معده شما میشه. خون رسانی به اندام‌های داخلی از طریق تخلیه خون از پاها بهبود می‌یابد. دستگاه تنفسی بهتر. گذاشتن پاها به دیوار به تنفس کمک می‌کنه. برابر این به بهینه‌سازی سطح اکسیژن در سیستم بدن کمک خواهد کرد. علاوه بر این، اکسیژن توزیع خوبی در کل سیستم بدن رو مدیریت می‌کنه. مغز و تمام سیستم‌های شاشی برای تنفس بهتر آماده میشن. این همون مکانیسم مشابه شستشوه و همون فواید سلامتی رو برای دستگاه تنفسی داره تا دستگاه تنفسی بهتر عمل کنه. جلوگیری از تورم مچ پا. این تمرین همچنین میتونه به مدیریت تورم مچ پا کمک کنه، زیرا این مسئله عمدتاً به خاطر مشکل گردش خون به پا رخ میده. با استفاده از این تمرین میتونید جریان خون بهتری رو مدیریت کنید و از احتمال قوزک متورم جلوگیری کنید. آرامش. مزایای دیگه اون آرامشه. به طور عمده برای پاهایی که در طول روز بسیار استفاده میشن، بنابراین این تمرین احساس بهتری به پاهاتون میده و آرامش بهتری ایجاد خواهد کرد. رفع خستگی. این کار به تسکین و آرامش پاها مربوط میشه و به درمان خستگی به طور عمده بعد از فعالیت‌های فیزیکی کمک میکنه. بنابراین شرایط فیزیکی بهتری رو ایجاد میکنه. تسکین ماهیچه. با انجام این تمرین به تسکین ماهیچه و مدیریت تمدد اعصاب کمک میکنه. این کار از ماهیچه خسته محافظت میکنه و کنترل یک سیستم ماهیچه سالمتر رو در پای خود ایجاد میکنه. مدیریت تنش خون. برخی افراد معتقدند که این تمرین راه خوبی برای مدیریت تنش خونی است. این به این دلیل هستش که جریان خون میتونه بر تنش خونی تأثیر بذاره. بنابراین انجام منظم این ورزش فشار خون رو کنترل و به یک سطح نرمال میرسونه. افزایش ظرفیت ریه.
انجام این تمرین به روش دیگه‌ای برای بهینه‌سازی کار انجام میشه. این میتونه به افزایش ظرفیت شش برای جذب اکسیژن بیشتر کمک کنه. برابر این میتونه راهی خوب برای انتقال اکسیژن به سیستم مغز و کل بدن باشه. ایجاد عصب مغزی هم میتونه به روش بهینه‌ای در توسعه سیستم و فعالیت‌های روزانه بدن کار کنه. بهبود خواب از طریق گردش خون بهتر، احساس آرامش و حالت روحی بهتری به همراه خواهید داشت. احساس سنگینی در پاها ناپدید میشه. احساس ورم و سنگینی در پاها با گردش خون ضعیف ارتباط داره. دلایل دیگه اون میتونه شامل نارسایی قلب و کلیه، اضافه وزن یا رژیم غذایی ناسالم باشه. قطعا اول باید دلیل اون مشخص و درمان بشه، اما این تمرین رو حتما به درمان اصلی اضافه کنید، چون بالا بردن پاها گردش خون رو تقویت میکنه. بنابراین قرار دادن پاها روی دیوار و بالا نگه داشتن اونها یکی از بهترین روش ها برای تسکین و کاهش فشار ایجاد شده روی رانها و پاها محسوب می شود. این مناطق از پاها در پایان روز خستگی زیادی احساس می کنند و انجام این تمرین باعث می شه وضعیت قرارگیری بدن تغییر کنه و فشارهای ایجاد شده روی این مناطق رو کاهش بده و باعث تسکین اونها بشه. بالا قرار دادن پاها بیشتر یه تکنیک مربوط به ورزش یوگاه که اغلب برای ایجاد هماهنگی و ارتباط ذهن و جسم انجام میشه، اما در این حال فواید زیادی داشت که خدمتتون عرض کردیم. با انجام روزانه این تمرین احساس آرامش، تمدد اعصاب، سلامتی و بهبود گردش خون در منطقه پایین بدن، ران و پاها رو بهبود ببخشید. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت فراموش نشه و در کانال سابسکرایب کنید.